محترم شاه محمود میاخیل، معاون اول وزارت دفاع جمهوری اسلامی افغانستان، تشکر که برای ما وقت مصاحبه دادید. ما شما تشکر میکنم، خوش آمدید. آخه میاخیل، اگر در آغاز بر ما بگوین که آیا ارقام موجود است که تا کنون به چه تعداد از عساکر ایالات متحده امریکا از افغانستان خارج شدن و با پیروزی بایدن آیا پلانی که رئیس جمهور ترامپ داشت که تا کریسمس سال آینده تمام نیروهای امریکایی افغانستان را ترک خواهد گفت، این پلان عملی خواهد شد؟ شما دیدید که از سال 2014 به این طرف تقریبا در حدود 130,000 قوای ناتو و امریکا در افغانستان بوده و این خروج تدریجی آغاز شده. در اخیر فیصله که صورت گرفت در حدود 5,000 قوای امریکایی و در انقدر حدود قوای ناتو در افغانستان میمونه و این یک چیز طبیعی بوده. حکومت افغانستان به این تیاری داشت و مو پلان انتقالی که با ناتو ما موافقه کردیم این جمع پیدا میکنه، زیاد مسئولیت ها را خود حکومت افغانستان به دوش خود میگیره و این کمک و حمایت امریکا و ناتو تا سال 2024 دوام پیدا میکنه. دیگه یک چیزی طبیعی است و این یکقدر سر امو دینامیک جنگ یا توازن جنگ تغییر تاثیر نداره. حال ما خود ما در حدود 400,000 پلیسی ملی و اردوی ملی داریم، همونطور خیزشا و یا دیگه قوای پلیسی محلی که هست در حدود 500,000 نفر میرسه. دیگه به این اساس با رفتن 130,000 حال امو مسئولیت جنگ خود قوای افغانی پیش میبره. البته تغییری که در امریکا در رهبری در امریکا فرزن جو بایدن رئیس جمهور میشه، این آرزوی کل این ماسته که قوای خارجی از افغانستان برای افغان ها به پای خود استاده شوند، اما خروج قوا باید با مسئولیت باشه و تا جایی که من معلومات دارم و مسائل تحقیق میکنم، دموکرات ها هم میخواهید که با مسئولیت از افغانستان برای و یه آرزوی کلگی ماسته که افغانستان باز صحنه جنگ نشوه مثل بعد از خروج قوای روسی از افغانستان. دیگه به یه اساس هدف این نیست که چقدر قوا میبره، هدف اینست که هم تعهد حمایت که یا دارن به او دوام میته یا نه میته. دیگه به این اساس ما حال تنها حمایت از یار کار داریم، نه عساکر از یار. اگر 5,000 باشه 10,000 باشه سری جنگ یکقدر تاثیر. اما اگر کدام رقمی هست که تا چیت نیروهای امریکایی تا بال خروج تا خدر حدود 5,000 4,500 قوای امریکایی فیلم در افغانستان وجود داره و به همین تعداد هم قوای ناتو، اما بخش کلان جنگ خود افغان ها در چندین سال به پیش برده و این را پیش می برده. یعنی خروج نیروهای امریکایی از افغانستان بالای میدانهای نبرد در افغانستان تاثیر نداشته؟ یه پس سال 2014 شما می بینید که مسئولیت جنگ خود قوای امنیتی و دفاعی ما به دوش خود گرفته و عالم 96% زمین هم رهبری جنگ، پلانگذاری جنگ و کل عملیات ها خود ما رهبری قوای امنیتی و دفاعی ما پیش میبره و یک ظرفیت کلان است که جور شده. وقتی که ظرفیت خود داشته باشی باز تو ضرورت نداری که از ظرفیت های دیگه استفاده کنی. واقعی میخیل، آیا تعداد یا شمار تجهیزاتی که نیروهای امریکایی به افغانستان تسلیم کرده یا کمک کرده ادامه داره و تا چی تعداد تجهیزات و وسایل توال به حکومت افغانستان تسلیم داده شده؟ شما دیدیم که یعنی همین خود تاسیس اردوی ملی افغانستان از ابتدا تا به حال امریکا و ناتو تجهیزات مختلف از سلاح خفیفه گرفته تا سرکیله به قوای امنیتی و دفاعی ما داده و این جریان داره و متعهدی که وجود داره تا 2024 باید
قوای افغانستان به پای خود استفاده شود. دیگر به این اساس این کمک ها دوام داره. امسال تنها تقریبا در حدود 1,500 هموی و بعضی وسایتی که در جنگ استفاده میشه به قوای وزارت دفاع داره. این تعداد بعد از آغاز خروج تدریجی نیروهای امریکایی است. تازه سال 2019 یعنی به افغانستان و تقریبا دفته گذاشته در حدود 4,500 همی به اردوی ملی داد و به این اعتداد به پلیسی ملی هفته گذشته داده بودن. دیگه به این اساس این کمک ها دوام پیدا میکنه و این یک چیزی است که سر مورال قوای ما تاثیر داره، همونطور مرمی و دوربین های شوبین و این چیزها را به اردوی ملی افغانستان داده است. اما با اساس گزارش ها گفته میشه آقای میخیل که بعضی مراکز خود نیروهای امریکایی تخریب کردن، بعضی وسایط و تجهیزات خود. این کدام تجهیزات و وسایط است که اینا تخریب کردن؟ شما دیدین که در سال 2014 تقریبا در حدود اضافه تر از 11 سال تا 12 سال مراکز خود و کلان قوای خارجی از امریکا و ناتو در افغانستان وجود داشت و این کلی تقلیل پیدا کرد. ولی بسیار با تعداد محدود مانده. دیگه یک پروسه بوده که شروع شده، اون پروسه انتقال. طبعا در این 3-4 قسم وسایط وجود داره، وسایطی که امریکا میخواد که پس ببره، او را به هیچ کسی نمیده به خاطر تکنولوژیش و یا ضرورت دارن. وسایلی که به درد اردوی ملی افغانستان و قوای امنیتی و دفاعی ما میخوره، او را به ما تسلیم میکنه. بعضی وسایط مربوط به بعضی قراراتی هست که او را میبره و بعضی وسایط که هیچ کسی استفاده کنه، هم نه او را پس برده میتونه و نه به درد ما میخوره، او را تخریب میکنه. دیگه به این اساس یک پروسی ترانزیشن هسته و طبعا انتقال از این تجهیزات و وسایط امریکا 3-4 را داره، یا از راه هوا ببره که بسیار قیمت هسته، یا از راه ایران باید بره که او روابط خوب نیست، و یا از راه شمال با روسیه این وسایط انتقال بده که او را نمیخواه. یکانه راهی که به یا مسون است او راه ترانزیت کراچی است که از راه کراچی به پاکستان پس از راه بحر به امریکا میبره. دیگه به این اساس یک پروسه است، اینطور نیست که نگرانی هایی که وجود داشت که گویا وسایطی که از طریق تورخم به پاکستان انتقال میشه به اردوی پاکستان داده میشه، این حقیقت نداره؟ ولی این نگرانی ها بی بنیاد است. ما عرض کردیم که این وسایط که میره باید از راه کراچی بره، از راه کراچی که میره خب باید از راه تورخم و چمن داخل پاکستان شوه. این معنی از این داره که به وا دادن. و شما میفهمید که حکومت اردوی پاکستان با امریکا هم رابطه دارن، یک تعهد دارن، زیادتر وسایط جنگی از او از امریکا تمویل شده. تنها این نو نیست، این تقریبا وقتی که پاکستان جور شده امریکا او را حمایت میکنن. شما اون تایرهای F-16 و دیگر به وا دادن، دیگه او خود مربوط از او است که چی تعامل دارن و چی تعهد دارن. اما چیزایی که در افغانستان بوده به 3-4 کاتگوری تقسیم شده و چیزی که به درد ما میخوره او را به ما تسلیم میکنه. تشکر. یک چیز دیگه که در بعضی تاسیسات و مراکزی که مربوط حکومت افغانستان است مسئولیت امنیتش نیروهای امریکایی به عهده داشتن، به طور مثال میدان هوایی احمد شاه ابدالی در کندهار، نگرانی های موجود است که گویا اگر نیروهای امریکایی ترک میکنن این میدان هوایی را، درباره امنیتش چی خواهد شد؟ آیا آمادگی های وجود داره برای امنیت چنین مراکز؟ اول خود در همه میدان ها ما دو بخش داشتیم، که یکی بخشی که در اونجا خارجی ها بودن و امنیتی از او را نگاه میکردن، و بخشی که به افغانستان تعلق داشت ما امنیتی از او را نگاه میکردیم. اما این پروسه انتقال ما یک تیم به این موظف کردیم که در او کل ادارات ما در او شریک است و شورای امنیتی ملی هم در او است. ما یک لوای محافظت میدان های هوایی را در نظر گرفتیم که جزء این انتقال است، که ما میدان ها را خودمون او را
امنیتش نگاه کنیم و این پروسه جریان داره. شما دیدین در شیندن ما ویرا انتقال صورت گرفت در جلال آباد و همینطور در قندهار در جویان است، مطلق خالی نشده و دیگه میدان هم اگر باشه باز به تدریجی به همین لیوایی که جور میکنیم، اما حمایت از دوره میکنه، این کدام مشکلی نیست. تشکر قیم میاخیر. به عنوان سوال اخیر میخوایم بپرسم که در عملیات اویی نیروهای امریکایی حالا تا چی حد از نیروهای افغان حمایت میکنن؟ طبعا ما همی پلوردوی هوایی که داریم یا پلوردوی ما اکثریت عملیات ها را خودشون پلان میکنه و عملی میکنه و این ظرفیت حالی وجود داره، اما در بعضی جایی که ضرورت باشه قوی ناتو و امریکا حمایت میکنه. بسیار تشکر آقای میخیل. تشکر شما.